عزیز برنامه در غیر این صورت در برنامه چهارم از دوره 11 این برنامه ها در خدمت شما هستم. اگر این چند برنامه رو تا کنون دنبال کرده باشید حتما اطلاع دارید که دوره 11 به بحث در مورد روحانیت شیعه اختصاص داره. تم یا مضمون اصلی این مجموعه برنامه در واقع پرداختن به نهاد روحانیت شیعه هست در ایران و اینکه آیا این نهاد در مجموع وقتی که ما خدمات و مشکلات و مخاطرات و چالش های این نهاد رو در نظر میگیریم، آیا این نهاد در خدمت جامعه ایران هست یا اینکه در حال ضرر زدن و ایجاد مخاطره برای جامعه ایران هست، بالاخص در شرایط امروز که بخش قابل توجهی از منابع کشور، منابع ثروت، قدرت، منزلت در اختیار این نهاد هست. در 3 برنامه اول بحث من در مورد مبانی فکری، بعد در مورد اخلاق و بعد هم در مورد نهاد روحانیت شیعه بود. به طور خلاصه اشاره میکنم به مطالبی که در 3 جلسه اول بهش اشاره شد. در جلسه اول بحثمون در مورد مبانی فکری روحانیت شیعه بود و من نشون دادم که همه این مبانی در واقع به شکل سم اندیشگی و سم باور در جامعه ایران هست. روحانیت شیعه مدعی است که همه چیز رو میدونه. روحانیت شیعه غیر از خودش رو همه رو منحرف میدونه و غیر از کسانی رو که به دستورالعمل‌های اونها معذرت میخوام پایبند باشن، اونها رو بیبند و بار و بی غیرت تلقی میکنه و به مجازات میرسونه. روحانیت شیعه شریعت رو که در واقع در آشپزخانه روحانیت شیعه ساخته و پرداخته شده به قانون برای کشور تبدیل کرده، شأن الهی بهش داده. روحانیت شیعه خود حق پندار هست، خودش رو همواره با پیامبر اسلام و ائمه شیعه مقایسه میکنه و دیگران یا جاهلند یا منافقن یا ناکسن یا مارقن. روحانیت شیعه درگیر هست با یک پارانویا، با ترس از غیر. روحانیت شیعه انسان هراس هست، به همین دلیل هم هست که با همجنسگرایان، با زنان، با جوانان، با دیگر اندیشان مقابله میکنه. روحانیت شیعه به شدت اهل خشونت هست، تنفر رو در جامعه تبلیغ میکنه. روحانیت شیعه اساس فکریش مبتنی هست بر تبعیض و حقوقهای یک طرفه. برای خودشون بسیاری از حقوق رو قائل هستن اما برای دیگران هیچ حقی رو قائل نیستن. و در نهایت روحانیت شیعه یک نهاد گسترش طلب هست، به دنبال فتح همه دنیا هست با تمسک به روش‌های خشونت آمیز. این رو با در مبانی، نه تنها در اقوال یک نفر یا دو نفر، در مبانی فکری روحانیت شیعه، در نحوه دروسشون، در نحوه رفتارشون، در نظام آموزشیشون، همه این عناصر رو میتونیم مشاهده کنیم. در جلسه دوم بحث من در مورد مبانی اخلاقی روحانیت شیعه بود و در واقع بحث بر این بود که آیا این نهاد، اعضای این نهاد به پیشرفت اخلاقی جامعه ایران کمک می کنند یا نه. سخن من این بود که نه، چنین نیست، بلکه اینها مروج بی اخلاقی هستند. 3 نکته رو من در اون برنامه توضیح دادم. یک، این که روحانیت شیعه به عدم برابری انسانها، زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، همجنسگرا و ناهمجنسگرا، روحانی و غیر روحانی و غیره معتقد هست و این اساس مجموعه است از امتیازات برای روحانیون و وفادارانشون به اونها و در واقع جریمه و تنبیه کردن کسانی که مثل اونها نیستند. این اصولا یک نظام غیر اخلاقی هست وقتی که شما همه انسانها رو برابر تصور نکنید. نکته دوم، در نظام اخلاقی که روحانیت شیعه، در واقع نظام اخلاقی ندارن اینها، مجموع شریعت رو به عنوان اخلاق معرفی میکنن، در این شریعت
جواز پا گذاشتن بر همه اصول اخلاقی داده شده، مثل نقض حریم خصوصی افراد، تحمیل سبک زندگی، همه اینها رو هم با تبلیغ و اجرا و حفظ احکام دین توجیه میکنن. و نکته سوم این که اخلاق و انصاف رو که در واقع باید معیاری باشه که ما همه چیز رو با اونها بسنجیم، به یک شاخه ای از مذهب و باورها تبدیل کردن و کاملا هم در اختیار خودشون هست که چه چیزی رو اخلاقی و چه چیزی رو غیر اخلاقی بدونن. اون روحانیت شیعه بر این اعتقاد نیست که اونها رو باید با اخلاق سنجید، بلکه معتقدن که اخلاق رو باید با اونها سنجید. این مشکل اساسی روحانیت شیعه هست در ایران. من به چند استثنای معدود کاری ندارم ها، کسانی که از در واقع مطرود روحانیت بودن و تعدادشون در طی این سالها هم به شدت رو به کاهش بوده، یا کسانی که اصلاً با مبانی اینها مشکل داشتن، اینها از روحانیت شیعه توسط دادگاه روحانیت اخراج شدن، دیگه روحانی به حساب نمیان. در 99.9% از موارد اعضای نهاد روحانیت به این مبانی که عرض کردم خدمتتون باور دارن. در جلسه سوم بحث من در مورد نهادها بود و عرض کردم که نهاد رو ما هم میتونیم به معنای رویه بگیریم و هم به معنای سازمان. دو رویه رو که روحانیت شیعه به شدت برش متمرکز بوده در 500 سال اخیر توضیح دادم و نقشش رو در برآمدن قدرت روحانیت شیعه، یکی بحث سادات بود و دیگری بحث شجره سازی بود و در واقع امامزاده ها و بسیاری از نهادها مبتنی هستند بر این داستان هایی که اینها ساختند و به مردم تحویل دادند که همش هم بر ساخته این نهاد هست. توضیح دادم که خیلی دشوار هست فهم این موضوع که یک باره 10500 امامزاده در ایران، فرزندان امام موسی کاظم در ایران دفن شده باشند. بعد هم جالب هست که در سال 57 1500 تاش کشف شده بود. در طی سالهای اخیر که قدرت در دست روحانیت شیعه بوده، یک باره اینها 7 برابر شده، به 10500 رسیده. و اون طرف هم تعداد سادات در ایران که ادعا میشه 6 میلیون سادات در ایران هست، که این هم باز چیز عجیب و غریبی است که 8% جمعیت کشور اینها فرزندان ائمه شیعه باشند. اون طرف هم وقتی بحثمون در مورد نهاد به معنای سازمان بود، از حوزه ها، منابعشون، متونشون، از اوقاف، از مساجد و از امامزاده ها صحبت کردم که اینها همه نهادهای دنیوی هستند و مثل دیگر نهادها به دنبال کسب منابع هستند، به دنبال کسب قدرت هستند، به دنبال کسب در واقع گرفتن منابع از مردم، حالا چه ثروتمند چه فقیر، برای تحکیم قدرت و ثروت کسانی است که این نهادها رو دارن میگردونن. بحثمون امروز در مورد بازار دین هست و اینکه روحانیت در بازار دین در ایران چگونه داره عمل میکنه. همونطور که ما در مورد صنایع، در مورد کشاورزی، در مورد خدمات ساختمانی، در مورد همه کالاها و خدمات بازار داریم که در این بازار کالاها و خدمات مختلفی عرضه میشه، در مورد دین هم یک بازار وجود داره که در این بازار کالاها و خدمات مختلفی عرضه میشه. معذرت میخوام، در بازار دین هست که شما متون مذهبی رو میبینید فروخته میشه، تسبیح و جانماز و عرض کنم خدمتتون مهر و دیگر کالاهای مذهبی به مردم عرضه میشه. در کنارش وقتی کسی هم روزه‌ای میخواد برگزار کنه، که تعداد اینا البته بسیار کم شده، یا مراسم مذهبی میخواد برگزار کنه، از خدمات یک گروهی استفاده میشه و به اونها هزینه پرداخت میشه، کمک در واقع دستمزد پرداخته میشه. اینا همه در چارچوب بازار دین قرار میگیره. در این بازار دین ادیان مختلف با هم رقابت میکنند، اگر البته بازار آزاد باشه، که حالا توضیح میدم در ایران بازار دین یک بازار آزادی نیست. رقابت در درون ادیان، بالاخص ادیان سازمانی یافته، ادیانی که نهاد دارن، ادیانی که لباس خاصی رو بر تن یک گروهی کردن و اونها خودشون رو متولی این پیشرفت و نگهداری این دین میدونن، رقابت در درون این ادیان
بر سر حقوق انسانها، بر سر عدالت، بر سر آزادی، استقلال و دیگر ارزش‌های عام بشری نیست. رقابت بر سر سهمی است که اینها از بازار دارند. امروز شما به کلیسای کاتولیک اجازه بدید، که البته اجازه نمیدهد روحانیت شیعه، اجازه بدید در ایران تبلیغ کنه، کلیسا بسازه. امروز شما به یهودیان اجازه بدید که در ایران کنیسه بسازند، یا به سیک های هندی اجازه بدید که معبد در ایران برپا کنند. اینها همه میان برای اینکه سهمی از این بازار دین رو به خودشون اختصاص بدن و دینداران رو به خودشون جلب کنن. این نکته اول. در واقع یک بازار برای دین وجود داره. ادیان در این بازار با هم رقابت میکنن بر سر کسب مشتری بیشتر، بر سر فروش بیشتر و گرانتر کالاهای خودشون. کالاهایی که در این بازار عرضه میشه، که حالا چه از جنس سخنرانی و موعظه و دعا و اینها باشه و چه از جنس کالاهای مصرفی دینی باشه، تسبیح و مهر و این قبیل، اینها کارکردشون، کارکرد اصلیشون در واقع ارائه معنویت یا برانگیختن معنویت در انسانها، التیام بخشی در شرایطی که آدمها دچار یک از دست دادن شدن، کسی رو از دست دادن، مشکلی دارن، دادن امید به زندگی پس از مرگ، چون بسیاری براشون دشوار هست که بپذیرن که آدمیزاد میمیره و چیزی ازش باقی نمیمونه، معتقدن که دنیای دیگری باید باشه تا به زندگیشون امید بده یا معنا بده، و یافتن پاسخ به سوالات بدون پاسخ، که ما از کجا اومدیم، به کجا میریم. اینا یه سوالاتی است که برای بشر مطرح بوده و در واقع روحانیون، چون علم نمیتونه به اینها پاسخ بده، چون علم متواضع هست، علم ادعاهای بیهوده نمی کنه، چون علم نمیتونه به این سوالات کلی پاسخ بده، روحانیون اومدن گفتن ما میتونیم به اینها پاسخ بدیم، در حالی که بشر باید محدودیت‌های خودش رو از آغاز میپذیرفت که بسیاری از سوالات بدون پاسخ هستند. منتها چون زیاده خواه بوده بشر و نمیخواسته به محدودیت‌های خودش تن در بده، یک نهادی به اسم دین خلق شده که به این سوالات پاسخ بده. اینا کالاهایی است که در بازار دین عرضه میشه. خب در این بازار متاسفانه در اکثر جوامع اگر شما دنبال بکنید، بازار دین یک بازار آزادی نبوده. حتی در اروپای قرن 17 و 18 هم بازار دین هنوز آزاد نبوده. به همین علت بسیاری از گروه‌های مذهبی به ایالات متحده مهاجرت می‌کردن، چون در ایالات متحده آزادی مذهب وجود داشته. در ایالات متحده هنوز هم بازار مذهب یک بازار آزادی است. در یه شهر کوچیک که شما برید می‌بینید که هم مسجد وجود داره، حالا 100 150 نفر 1000 نفر اونجا مسلمانن، میان مراسم مذهبیشون رو برگزار می‌کنن. چند مایل اونورتر یک معبد بوداییان وجود داره. در یک شهر کوچک شما میتونید 15-20 نوع کلیسا ببینید، متعلق به فرقه ها و گروه های مختلف، از تبشیری ها تا متدیست ها تا اپیسکوپولیان ها تا پنتکوستال ها، همه اینها در کنار هم هستند و با صلح دارن در کنار هم زندگی میکنن. یا کلیسای کاتولیک، هم کلیسای ارتودکس هم هست در بسیاری از شهرهای امریکا، ارتودکس ها، پروتستان ها که خودشون ده ها صد ها شاخه هستند، و کاتولیک ها کلیساهاشون در یک شهر هست. در کنار اون شما کنیسه یهودی ها رو هم میتونید مشاهده کنید. اینها مخاطبان خودشون رو دارن، افراد میتونن از یک کلیسا به کلیسای دیگه برن یا از یک مذهب به مذهب دیگه برن. کسی به جرم اعتداد کسی رو اعدام نمیکنه. اگر کسی دینش رو عوض کنه، اعضای خانوادهش اون رو ترک نمی کنن، در کنار رو زندگی می کنن و به او احترام، به باورها و گرایش‌های مذهبیش احترام می گذارن. در این بازار ادیان مختلف دارن فعالیت می کنن و دارن با هم رقابت می کنن. دولت هم در این حوزه دخالت نمی کنه، همچنان که از اون طرف هم انتظار میره از کلیسا یا نهادهای مذهبی در کار دولت مردان دخالت نکنن. این در واقع مبنای سکولاریسم هست. در بسیاری از جوامع امروز در دنیا چنین نیست. در پاکستان یک مسیحیان رو میگیرن و آتش میزنن، در داعش چندین کلیسا رو مخروب تخریب کرده،
در شهرهای مختلف مسیحیان رو میگیرن، مسیحیان قبطی رو داعش گرفت و یک بار چند ده تن از اونها رو سر برید. در بسیاری از جوامع بالاخص جوامع مسلمان چنین بازار آزادی وجود نداره. در ایران در دوره سلطنت پهلوی نسبتاً بازار مذهب، حالا البته بگذاریم از تعصبات خود مردم و گروه‌های مذهبی درون مردم، اما دولت در این حیطه دخالتی نمی‌کرد و افراد آزاد بودند که دین‌های مختلف داشته باشند و از یک دین هم به یک دین دیگه گذر کنند. اما با وجود جمهوری اسلامی، روحانیت این قدرت رو پیدا کرده که این بازار رو کاملا به صورت یک بازار انحصاری در بیاره. نه تنها این بازار برای سنی ها، برای بودایی ها، برای یهودی ها کاملا یک بازار محدود شده هست و برای بهائیان، بلکه برای شیعیان هم محدود هست. شیعیان هم اگر روحانیونی برخلاف جریان حاکم بیاندیشند، اونها رو خلل لباس میکنن. اگر افراد غیر روحانی پیدا بشن که بخواهن موعظه کنند یا در واقع داستانها و چارچوبهای کلامی دیگری رو عرضه کنند، کاملا عرصه بر اونها تنگ خواهد شد. یک بازار کاملا انحصاری و بسته ایست که در ایران حاکم هست. بازار دین در ایران بازار انحصاری است. قواعد حاکم برش منصفانه نیست و زور و تقلب برش متاسفانه حاکم هست. کم فروشی میکنن تو این بازار، زیاد فروشی میکنن، کالاهای تقلبی خودشون رو گرون میفروشن. این بازار آزادی نیست. من به سه نکته برای اینکه در واقع این بحث بازار دین رو در ایران به خوبی بشکافم، فکر میکنم در سه چارچوب میشه این رو به خوبی بحث کرد. یک چارچوبش ادعای روحانیون هست بر کلیدداری بهشت. روحانیت شیعه چون چنین ادعایی داره، طبعاً به بازار دین در ایران یک شکل خاصی داده که حالا من جزئیاتش رو توضیح میدم. نکته دوم، ادعای دسترسی انحصاری روحانیون هست به عالم غیب. و نکته سوم، برخورد روحانیون هست در این بازار با رقبای خودشون. اینها رو با جزئیات بیشتر من در این قسمت اول و قسمت دوم برنامه توضیح میدم. مقامات حکومتی در ایران و مراجع تقلید شیعه، اینها همیشه مدعی بودن که میخواهن هم دنیا و هم آخرت مردم رو آباد کنن و آبادی هم فقط از اونها برمیاد و از هر فرصتی هم برای این نشون دادن آخرت خواهی و معنویت گرایی اقتدار گرایانه و تمامیت طلبانه خودشون استفاده میکنن. و نمونه خیلی سادهش این که مثلا در ماه رمضان سینماها رو تعطیل میکنن، گرچه تمام فیلم هایی که در ایران ساخته میشه سانسور میشه، بالا پایین میشه، نمیگذارن فیلمی که مطابق میلشون نباشه ساخته بشه و اجازه نمایش بگیره. حتی همین فیلم ها رو هم در ماه رمضان نمیگذارن مردم، در ایام خاصی نمیگذارن مردم برن و تماشا کنن، برای اینکه فکر میکنن اگر مردم به سینما برن به مسجد نخواهند رفت. در واقع برای رونق بازار مسجد، بازارهای دیگر رو، نه تنها بازار ادیان دیگر بلکه بازارهای دیگر رو هم تعطیل میکنند. در کنار این، برای بردن مردم به بهشت از همه عوامل خشونت مثل زنجیر، اسلحه، پنجه بوکس و تجاوز، ترور استفاده میکنند. به سادگی قابل مشاهده است در ایران اگر تجاوزی صورت بگیره، تجاوزی به زنان صورت بگیره، فوراً به وسوسه انگیز بودن زنان این نسبت داده میشه و اینکه چرا زنان رعایت نمی کنن، چرا در خانه نمی مونن، یا اینکه چادر و مقنعه نمی اندازن، روبنده نمی اندازن که مردان رو تحریک نکنند. از همه عوامل اینها استفاده می کنن برای اینکه مردم رو به سمتی که مد نظر خودشون هست، به مغازه هایی که خودشون تأسیس کردن ارجاع بدن. یه بازار بزرگی بوده، میتونه باشه، در این بازار 5 تا مغازه بوده، اونم مغازه روحانیون بوده. این مغازه ها دارن فعالیت میکنن، مغازه های دیگر رو یا تخریب میکنن یا اذیت میکنن یا شیشه هاشون رو میشکنن یا مغازه دارها رو میگیرن اذیت و آزار میکنن یا مالیات سنگین بر... به هر دلیل تلاش میکنن که بازارهای دیگر یا عناصر دیگر در این بازار دین رو سرکوب کنن و براشون دشواری
ایجاد کنن. علت اصلیش همین هست که اینها معتقدن که دربهای بهشت و دوزخ برای اونها باز هست. آقای جوادی آملی که از مراجع تقلید هست و در واقع از سخنرانان تلویزیون جمهوری اسلامی، رادیوی جمهوری اسلامی و از کسانی است که کاملا یعنی از ایدئولوگ های جمهوری اسلامی به حساب میاد، ایشون بر این باورند که صرف تأسیس حکومت اسلامی باعث شده که دربهای جهنم بر اونها بسته بشه. مهم نیست که چگونه اینا رفتار کنن، چگونه با بازارهای دیگر، با دیگرانی که در بازار دین فعالیت میکنن چه رفتاری بکنن، صرف تأسیس جمهوری اسلامی دربهای جهنم رو بر اینها بسته و دربهای بهشت رو هم بر اینها خب قبلا باز بوده، چون با شفاعت ائمه اینها مهم نیست که چه اعمالی انجام میدن، چقدر دروغ میگن، چقدر تعلق میکنن و چقدر انسان رو از بین میبرن. اینها معتقدن که صرفا تمسک و شفاعت ائمه اینها رو به بهشت رهنمون میکنه و کسانی رو که با اینها همراهی دارن و در واقع در چارچوب اینها میتونن فکر کنند. به همین دلیل هم هست که وقتی که پس از جنبش سبز کسانی در خیابانها توسط عوامل روحانیت و عوامل حکومت کشته شدن، برای که صدای خانواده های اونها رو بخوابونن به اونها پیشنهاد کردن که اینها رو شهید اعلام کنن، یعنی در واقع کسانی که خودشون از بین بردن اینها رو به بهشت بفرستن، چون شهید اعلام کردن در واقع یکی از معانیش هم غیر از حالا مزایای مادیش، مزایای معنویش اینه که اینها به بهشت رهنمون خواهند شد. این جمله رو من از سایت الف نقل میکنم، در 14 دی 88 میگه نماینده رهبر معظم انقلاب با خانواده مرحوم علی حبیبی موسوی دیدار کرد، که این خواهرزاده آقای میرحسین موسوی بود و توسط لباس شخصی ها و عوامل روحانیون در دستگاه اطلاعات کشته شد. میگه که احتمال معرفی علی حبیبی موسوی خامنه پس از اثبات ترور او در حوادث روز عاشورا به عنوان شهید وجود دارد. آدم ها میکشن، بعد خب میتونن به راحتی اونها رو هم شهید اعلام کنن. برای تحکیم قدرت، تحکیم در واقع بست و گسترش قدرت روحانیت شیعه در بازار دین، تلاش روحانیت بر این بوده است که نهادهای خودش رو در سرتاسر کشور بست بده. ببینید در جمهوری اسلامی تمام دستگاه‌های دولتی، نظامی، انتظامی، اینها در 14 دهه گذشته مشغول مسجد سازی و نمازخانه سازی بودند. همه اینها برای این بوده است که بازار مذهب رو اگر کسی احساس کرد نیازی داره در یه شرایطی برای دعا، تنها مغازه‌ای رو که بتونه پیدا کنه مغازه روحانیت شیعه باشه. در آمارهای مختلفش هست، مثلا شهرداری تهران یا قرارگاه خاتم، اینها سالانه 10,000 میلیارد تومان رو صرف ساختن و نگهداری از مساجد و نهادهای مذهبی در ایران میکنن. فقط یه رقم کوچیکش، یک مسجدی رو اعلام کرده بود شهرداری 400 میلیون تومان داره صرف میکنه برای ساختن، و اینها برنامه‌شون هست که در سراسر کشور این مساجد رو داشته باشن، چون مساجد برای حکومت جمهوری اسلامی، حالا غیر از داشتن در واقع تسخیر بازار مذهب، مساجد کارکرد پایگاه‌های امنیتی، پایگاه اطلاعاتی و پایگاه نظامی رو داره و اینا میخوان این پایگاه‌ها رو در سراسر کشور بست بدند. به همین علت هم هست، حالا من این رو به صورت در واقع حاشیه‌ای عرض می‌کنم، که در ایران به دلیل پاداش‌های بسیار زیادی که برای کسانی که به بازار در واقع مغازه روحانیت شیعه رجوع می‌کنند و در اون طرف پرهزینه بودن رفتن به سراغ مغازه‌های دیگر، باعث شده که دینداری در ایران به یک عمل بسیار دشوار تبدیل بشه و افراد به راحتی نمی‌توانند به اون معنویتی که می‌خواهند دسترسی پیدا کنند، چون هزینه زیادی وجود داره. اگر کوچکترین انحرافی رو از نظر مقامات و روحانیون، کوچکترین انحرافی رو داشته باشن از چارچوب‌های موجود، و اون طرف هم پاداش‌های بزرگی هست که برای گروه، البته خب منابع کشور محدود هست و پاداش‌های بزرگی برای گروه بسیار محدودی
وجود داره، که البته خب این پاداش ها رو بدون هزینه نمیدن به افراد، باید افراد اهل تملق، دروغگویی، ریاکاری باشن. و این سه سم مهلک در واقع هر نوع دینداری رو، هر نوع احساس معنوی رو به شدت تخریب میکنه. حتی کسانی رو که واقعا باور دارن به اینکه خدایی هست یا رستاخیزی هست یا روز جهنم یا جزایی هست، این سه یعنی تملق، دروغگویی و ریاکاری احساسات مذهبی افراد رو به سرعت تخریب میکنه. به همین دلیل هم هست که امروز احساسات مذهبی، مراسم مذهبی در ایران به شدت ظاهرگرایانه است و بیشتر تجملات و زرق و برق و تعداد پرچم‌های رنگی زیاد، چراغانی و علم و کتل و اینها هست که مراسم مذهبی رو با شکوه میکنه و نه احساسات مذهبی که در مردم وجود داره. عرض کردم این علتش هم هزینه های زیادی است که دیندار بودن داره، چون اگر کسی واقعا دیندار باشه نمیتواند در چارچوب های رسمی دیندار باشه، و اون طرف هم پاداش هایی هست که برای یک گروه در نظر گرفتن و این به سرعت دینداری افراد رو تبخیر میکنه. بحث رو در اینجا متوقف میکنم. در قسمت اول، در قسمت دوم برنامه به دو وجه دیگر این بازار دین که امروز روحانیت شیعه در ایران شکل داده و این بازار رو در واقع مهندسی کرده، به اون دو وجه دیگر خواهم پرداخت. با سلام مجدد در خدمت شما هستم در بخش دوم از برنامه چهارم در دوره 11 برنامه‌های در غیر این صورت که به بحث و بررسی روحانیت شیعه اختصاص داره. در این برنامه بحث من در مورد بازار دین هست و اینکه در ایران روحانیت شیعه چه شرایطی رو برای بازار دین فراهم کرده. در قسمت اول توضیح دادم که بازاری رو که روحانیت شیعه در ایران به دنبالش بوده همیشه و امروز تونسته تا حد زیادی این بازار رو به وجود بیاره، یک بازار بدون رقابتی است، بازار آزاد نیست، قواعدش منصفانه نیست، در این بازار انحصار وجود داره، کالاهایی که مردم انتظار دارن واقعا از روحانیون در هر دینی مثل معنویت، الهام بخشی و امید، این کالاها به مردم عرضه نمیشه، انواع تقلبیش به مردم عرضه میشه، به مردم دیندار. و ادعاهایی که روحانیت در روحانیت شیعه بلخص در 14 اخیر داره عرضه میکنه که کارش عدالت گستری یا استقلال کشور یا اموری از این قبیل هست، اون ادعاها هم ادعاهای بیهودهی هست، چون نهادهای دینی در بازار دین تلاششون بر این هست که سهم بیشتری از این بازار رو به خودشون اختصاص بدن. اونها به دنبال عدالت گستری یا استقلال خواهی یا اموری مثل اینها نبودند و نخواهند بود، چون هر نهادی به دنبال افزودن بر منافع و اعتبار خودش هست و روحانیت هم از این جهت استثنا نیست. روحانیت هم یک نهاد دنیوی است و همیشه هم به دنبال افزایش قدرت و منزلت و ثروت این نهاد در جامعه ایران بوده و همچنان خواهد بود. در دیگر جوامع هم همینطور هست، یعنی در شما کلیسای کاتولیک یا دیگر انواع کلیساها و نهادهای مذهبی رو در دنیا دنبال کنید، اونها هم با همین مشخصه دارن عمل می کنند. یک رقابتی در ایران، البته در همه جای عالم، بر سر دسترسی انحصاری به عالم غیب وجود داره. این رقابت رو روحانیت شیعه با سرکوب رقبا به یک رقابت غیر منصفانه تبدیل کرده. اینطور نیست که مردم ساکت نشسته باشن. اگر روحانیت اجازه نمیده که مسیحیان اگر در یک محلی هستن، جایی هستن، اینها کلیسا بسازن، به کلیسای خودشون برن، خب روحانیت جلو اینها رو میگیره. طبعا اینها در یک خانه‌ای در یک زیرزمینی جمع میشن، این شده همین پدیده کلیساهای زیرزمینی، میرن اونها رو بازداشت میکنن، اذیت میکنن، ولی چون باور دارن نمیتونن باور رو از اونها بستانن.
رقابت وجود داره، اینطور نیست که تونسته باشن رقابت رو کاملا حذف کنن، اما هزینه ها رو برای طرف های مقابل بسیار بالا بردن و این رقابت رو بسیار دشوار کردن. رقابت یک رقابت به یک رقابت غیر منصفانه تبدیل شده. زمین مثل بازی فوتبال برای دو طرف زمین تخت نیست، زمین برای یک طرف در واقع سربالاییه، برای طرف دیگه سرازیری هست و قواعدش هم قواعد منصفانه نیست. در میان خود اسلامگراها البته یک رقابت وجود داره، وجود داشته و امروز هم وجود داره، چون ما در میان روحانیون اسلامگرا گروهایی رو داریم که کاملا شریعتگرا هستن، گروهایی رو داریم که نظامیگرا هستن، گروهایی رو داریم که ربانی سالار هستن، فقط معتقدن که روحانیون باید حکومت کنن، غیر روحانیون نباید سهمی داشته باشن. گروهایی هستیم که موعودگرا هستن مثل آقای احمدی نژاد، آقای مصباح، و به دنبال زمین سازی ظهور امام زمان هستن. گروهای متفاوتی در درون خودشون وجود داره، اما در برابر غیر شیعیان، روحانیون غیر شیعه، کاملا یک دست اینها عمل کردن و معتقدن که عالم غیب رو فقط خود اونها بهش دسترسی دارند و به دلیل همین باور، باورهای خاص نسبت به ماورا طبیعه که در چنگ اونها هست، باورمندان رقیب رو کنار میزنن و حتی به اونها توهین میکنن. آقای مصباح من دیدم چندین بار باورمندان رقیب رو حتی آشغال خطاب کرده، ناسزا میگن، نه تنها نهاد اونها رو میبندن، زندانی میکنن، بلکه به اونها در ملای عموم ناسزا هم گفته میشه. اون چه که نهادهای مذهبی بالاخص اونهایی که سازمان یافته هستن بر سرش رقابت میکنن، دسترسی به ماورا طبیعه و قدسیات هست، برای اینکه این کالا هست که در میان دینداران خریدار داره. طبعا روحانیت در این موضوع دست بردار نیست و مدعی هست که خودش هست که این دسترسی ها رو داره و طرف های دیگر، گروه های مذهبی دیگر، گروه های معنوی دیگر، اونها نمایندگان شیطان هستند. آقای علی فلاحیان که وزیر سابق، وزیر اسبق اطلاعات هست در ایران، ایشون میگه این جریان، در واقع جریان موعودگرا رو میگه، روحانیون موعودگرا رو میگه، میگه اطلاعات خود را از ارواح خبیثه میگیرد. هر گروهی غیر از خود اینها در واقع شیطانی هست و با ارواح خبیثه در ارتباط هست. از نگاه روحانیون شیعه، بالاخص شریعتگراها و ربانی سالارها که اونها بخش عمده روحانیون شیعه، روحانیون رو تشکیل میدن، حتی اسلامگرایی های بدیل اونها از مقدسات استفاده ابزاری میکنند. این رو آقای احمد خاتمی گفته، ایشون میگه اعتقاد به مهدویت از محکمترین اعتقادات ماست. 250 آیه قرآن، 500 حدیث از پیامبر درباره خصوصیات حضرت مهدی، 2500 حدیث از امام معصوم بالاترین و عمیق‌ترین اعتقادات است. لذا از این اعتقاد عمیق استفاده ابزاری و کاسبکارانه می‌کنند. معتقد نیستن که خودشون استفاده ابزاری و کاسبکارانه از این اعتقادات می‌کنند، بلکه رقباشون که آقای احمدی نژاد و دیگران باشن، دارن از می‌خواهند این بازار مهدویت رو به خودشون اختصاص بدن. به علت باور به این در واقع دسترسی انحصاری به عالم غیب که اساس شکلگیری بازار دین هست در بسیاری از جوامع، اینها نمیتونن منکر دسترسی غیر خودشون به امور ماورایی بشن، چون امور ماورایی رو نمیخوان نفی کنن و نمیتونن بگن که فقط تنها و تنها یک آدمهای خاصی به این ماورا دسترسی دارن. اما برای حفظ انحصار بازار دسترسی دیگران رو پلید جلوه میدن، میگن اینها نیات شیطانی دارن، نیات پلید دارن. آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه میگه اما غیر از این راه، از طریق شر و انجام کارهای خلاف شرع بیین میتوان به توانایی های رسید، دسترسی به عالم به باور و طبیعه، به طوری که برخی افراد از طرق شیطانی و اضرار بر نفس، در واقع با زهد، توانایی انجام یک سری از کارها را به دست می آورند، کارهای خیر غیر عادی،
و در اثر فعل و انفعالاتی که بر اثر خلاف شرع صورت میگیرد ممکن است بر یک سری از عناصر شری تسلط پیدا کنند و یا حتی اقدام به سحر و جادو کنند، که البته این موضوع هم واقعیت دارد. میپذیرند اینا چون مذهبی هستند و اصلا اساس بازارشون بر این هست که مردم به سحر و جادو و جنبل اعتقاد داشته باشند، سحر و جادو و جنبل رو به طور کلی نفی نمی کنند. میگن دیگرانی که غیر از ما هستند اهداف پلید و شیطانی دارند اگر میتوانند در این بازار وارد بشن. فقط روحانیون هستند که باید این علوم غریبه و سحر و جادو و اینها باید در اختیار اونها باشه. رئیس مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی میگه که آقای سادات منصوری، ایشون میگه برخی اوقات دعا نویسان مطالبی را بیان میکنند که با عقل و نظام علی و معلولی و میزانهای عالم هیچ سنخیتی ندارد. به دعا نویسان میگن، در صورت که خب روحانیون هم عیناً همین کارها رو میکنند، مطالبی رو بیان میکنند که با عقل و نظام علی و معلولی و میزانهای عالم سنخیتی نداره. در ادامه ایشون میگه اما به هر حال اصل این که این امور در عالم وجود دارد و آثار و تأثیراتی هم از خود به جای میگذارد غیر قابل انکار است. افرادی که ادعای سحر و جادو میکنند شیاد و خیال پرداز بوده و تنها قوه تخیل قوی دارند. حالا این که در واقع تمام معجزاتی رو که به انبیا نسبت میدن همش از جنس سحر و جادو هست، اگر اینها همه شیادی و خیال پردازی هست، خب این شامل خود روحانیون و کسانی هم میشه که روحانیون بهشون اعتقاد دارند. ایشون در ادامه میگه هر کس نمیتواند ادعا کند که در علوم غریبه تبحر دارد. خب مجوزش رو باید از مغازه روحانیون بگیره. باید به این مسئله توجه کرد که ادعای هر فردی در این عرصه پذیرفته نیست. پرداخت به سحر و جادو از نظر فقه و شرع حرام و ساحر در حد کافر توصیف شده است. طبیعی است دو تا مغازه دارن با هم رقابت میکنن. طبعا این مغازه، مغازه بغلی رو شیاد میدونه و اگر دستش برسه مغازش رو میبنده. مغازه بغلی هم به همین ترتیب. ایشون در ادامه میگه ممکن است عده قلیلی برای باطل کردن سحر و مقابله با آن سحر را بیاموزند، اما این افراد جز علما بوده و تعداد آنها معدود است. معتقدند که سحر و جادو رو میشه حتی آموخت، ولی این اختصاص داره به علما، به روحانیون شیعه. دیگران نباید در این بازار حضور پیدا کنن. به همین علت هم هست که واعظان، مبلغان، دستندرکاران حلقه های مختلف عرفانی، معنوی، دینی در ایران که با روحانیت ارتباط نداشته باشن، اینها بساطشون جمع میشه، خانقاه های درویش ها تخریب میشه، حسینی هاشون تخریب میشه، کلیساها رو میبندن و عبادتگاه هاشون رو تخریب میکنن، آثارشون رو اگر به صورت کتاب باشه یا نشریه باشه اونها رو جمع آوری میکنن. یه نمونه خیلی جالبش جمع آوری کتبی است که از نمایشگاه های تهران معمولا جمع میشه. اینا معمولا کتابای پرفروشی هم هستن. گزارشی رو که داده یکی از سایت های اینترنتی، سایت تابناک، از کتاب های جمع آوری شده در نمایشگاه، کتابایی که حتی مجوزش رو ارشاد داده منتشر شده اما در نمایشگاه نمیذاره اینا پخش بشن، لیستی از اینها داده شده. ببینید این لیست عمدتاً متعلق است به گروه ها و در واقع جریان هایی که میخواهند در این بازار دین فعالیت کنن اما در پناه مغازه روحانیون شیعه نیستند. کتاب عناوینش اینهاست: نبوغ هیتلر، راهنمای کاربردی ریکی، اسرار قدرت فکر، فواید گیاه درمانی، گنج های معنوی، استخاره با قرآن، دایره المعارف طالع‌بینی، فال ورق تاروت، انرژی درمانی عملی، چهار اثر از فلورانس اسکاولشین، اینم عمدتاً آثار عرفانی و معنوی است، حاله نورانی، قدرت فکر، سالنامه معنوی خودت را باور داشته باش، سنت و بدعت، کلیات تعبیر خواب، خود هیپنوتیزمی، طالع‌بینی هندی، اسرار ذهنی، راز زیبایی و متون آرایشی و چیزهای از این قبیل. عمدش کتاب‌های مربوط به این حلقات و گروه‌هایی که در واقع معنویت‌های بدیل هستند. چون جامعه، طبعا جامعه ایران در همه جوامع گروه‌هایی هستند که به این معنویت‌ها احتیاج دارند. چون روحانیت این کالا رو عرضه نمی‌کنه میرن به سراغ مغازه‌های دیگه، اما
روحانیون تلاششون برای این است که این مغازه ها رو ببندن، این مغازه ها رو محدود کنند. در این بازار دین کاملا میبینید که رقبا در حال سفارایی بودن و تلاششون برای این هست که کالاهای طرف دیگر رو، کالاهای تقلبی معرفی کنند. یکی از کسانی که خیلی در این زمینه فعال هست آقای مصباح یزدی هست. ایشون میگه کم کم چیزهایی ظاهر شدند که اصلا قابل توجیه نیستند و هیچ منطقی آنها را تایید نمی کند. نه برهان عقلی تایید می کند، نه دلیل شرعی و نه اقتصادی و نه کار سیاسی است. همین عرفانهای شرقی و معنویتهای جدید رو ایشون میگه. یک وقتی به برخی از دوستان نزدیک گفتم که بیش از 90% معتقدم که احمدی نژاد، چون اون به این عرفانهای اینجوری اعتقاد داشت به سحر و جادو، میگه یه موقعی به دوستان گفتم که او، منظور آقای احمدی نژاد هست، سحر شده است. این شخص مسئله دار در واقع مشایی رو میگه، این آقا رو مسخر کرده و او توی مشتش هست. البته قرائن فراوانند و خود شما بیشتر از ما اطلاع دارید که حتی تأثیر نگاه و برخورد و آثار تلسمات و چیزهایی از این قبیل در کار است. جالب هست که آقای احمدی نژاد و دوستان به دنبال این بودن که سهمی در این بازار دین با تمسک به امام زمان پیدا کنند، ولی روحانیون سریعتر متوجه شدند و او را از عرصه به در کردند. علت این حساسیت به آقای احمدی نژاد هم در واقع همین بود، چون ایشون مدیریت کابینه رو به ائمه، به ولی فقیه و اینها نسبت نمیداد، به امام زمان نسبت میداد. این جمله از خود آقای احمدی نژاد هست، میگه که همه خدمتگزاران این دولت دل به خدا سپرده و برای رضای خدا تلاش میکنن و خدا نیز خود به وسیله امام زمان تلاش های دولت را مدیریت کرده و به آن برکت میدهد و موانع را از سر کارهای بزرگ برطرف میکند. البته خب موانع برطرف شد و اینها تونستن 700 میلیارد دلار رو در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد به تاراج ببرن. کاملا موانع بر سر از سر کار اونها برداشته شد در این بازار مذهب. اما آقای احمدی نژاد نتوانست کار خودش رو در حیطه اقتصاد، تونست اون کارهایی رو که به دنبالش بودن انجام بده، اما در بازار مذهب روحانیون به سرعت متوجه شدن و اینها رو انحرافی اعلام کردن و کنار زدن. خب در مواردی چون کسانی مثل آقای احمدی نژاد و دوستان چون خدماتی به این حکومت کرده بودن، حذف اونها قهرآمیز نبود، اونها رو به حاشیه روندن. اما خب گروه هایی هم بودن که اینها رو قتل عام کردن، قبرستان هاشون رو از بین میبرن مثل بهاییان، یا یهودیان رو یه دری گرفتن به جرم جاسوسی، فشار رو بردن که اینها از کشور در واقع خارج بشن. روحانیون مسیحی رو میگیرن، بازداشت میکنن. قبل از این، حالا الان شرایط جهانی براشون دشوارتر هست، در دهه 60 در دهه 70 روحانیون رو میگرفتن، روحانیون مسیحی رو میگرفتن و کشیش هاشون رو قطعه قطعه میکردن، مثل آقای دیباج، مثل آقای میکائیلیان. اینها کارهایی است که در دوره‌های متفاوت اینها در برابر رقبای خود در بازار دین انجام دادند. مطلب دیگری که فکر میکنم در اینجا باید ما بهش بپردازیم در واقع این نکته هست که در این بازار دین که در ایران وجود داره، غیر عوامل مختلفی دارن رقابت میکنند، از روحانیون شیعه تا مسیحیان تا بهائیان تا اگر فرصت براشون باشه، چون حالا یهودیان کمتر اهل تبلیغ و جذب معتقدان تازه هستند، اما بهائیان فعالن در این زمینه، مسیحیان تبشیری در این زمینه فعال هستند. اگر فضا باز بشه خب طبعا اینها با هم رقابت خواهند کرد. غیر از این ادیان که نهاد دارن، به شکل نهادی و سازمانی عمل میکنن، افرادی هم هستن که تک هستن، مثل دعانویس ها، مثل رمال ها، اینها هم در این بازار دارن فعالیت میکنن و خب گروه هایی هم هستن، مردمی هم هستن که به اینها اعتقاد دارن. این گزارش رو سرهنگ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی داده در شهریور 91. ایشون میگه در سال 90 و سه ماهه نخست سال 91 191 رمال دستگیر شدند و برای 112 نفر از این افراد قرار بازداشت صادر شده.
که 90 تن مرد و 22 تن زن بودند. در سال 90 189 پرونده در مورد رمالی، کفبینی و دعانویسی در آگاهی تشکیل شده است و آنها 1,300,000,000 ریال از این کارها درآمد داشتند. خب این نشون میده که یک بازار قابل توجهی برای این امور وجود داره و مردمی که فقیرن، سواد کافی ندارن، علم در جامعه ایران ترویج نشده که بتونه جای این داستانها رو بگیره، خب طبعا به اینها رجوع میکنن در شرایط استیصال، همونطور که به روحانیون شیعه رجوع میکنن ادعی. این نکته جالب اینجا این هست که رفتاری که روحانیون شیعه و رمال‌ها و دعانویس‌ها میکنن رفتار بسیار مشابهی هست، تفاوتی نداره. تفاوتش فقط در این است که روحانیت شیعه قدرت بیشتری داره، امروز منابع بیشتری در اختیار داره، وگرنه تفاوت ماهوی وجود نداره. رمال‌ها، کفبین‌ها و دعانویس‌ها 4 ویژگی دارن. یک ویژگیشون ادعای ارتباط با عالم غیب هست از طریق درک فراحسی. ویژگی دوم سخن گفتن از گذشته و آینده هست بدون تمسک به علم تجربی و غیب‌گویی و عدم امکان تحقیق پذیری یا ابطال پذیری سخنانشون در باب آینده مثل پیشگویی. ویژگی سوم ادعای در اختیار داشتن روش‌ها و ابزارهایی برای تغییر در سرنوشت آدمیان هستند از طریق نوشتن دعا، علائم کف دست یا روش‌های دیگر. و ویژگی چهارم توانایی صحنه‌گردانی، نمایش، سرگرم کردن. هر 4 ویژگی رو شما در کار روحانیون شیعه به خوبی میتونید مشاهده کنید. روحانیون در ادیان دیگه خب به دلیل این مثلا در جوامع غربی به دلیل اینکه علم پیشرفت کرده اونها کمتر غیبگویی و پیشگویی میکنند، اونها صحنه‌گردانی میکنند، سرگرم میکنند، نمایش میدن، افراد رو برای دعا کتابچه هایی دارن، اختصاصی نیست. حالا رمال ها دعاهای اختصاصی می نویسن، دعاهای عمومی هست، از گذشت، از آینده سخن میگن اما نه به نحو تجربی، از گذشته هم سخن میگن باز نه به نحو تجربی، و ارتباط با عالم غیب رو هم برخیشون دارن. این رو شما در بسیاری میبینید، اما تعدیل شده در جوامعی که علم قدرتمندتر هست، تکنولوژی پیشرفت داشته، اینها روحانیون کمتر میتونن فتیله ها رو پایین کشیدن. اما در ایران عیناً این 4 ویژگی رو که خدمتتون عرض کردم که در مورد رمال ها و جادوگر ها و شعبده باز ها گفته میشه، این 4 ویژگی رو روحانیون شیعه هم در ایران عیناً دارند. بگردید نگاه کنید با همین معیارها میبینید که اینها در روحانیون حتی پررنگ تر از رمال ها و جادوگر ها دیده میشه. ادعاهایی که علیه رمال‌ها و جادوگرها می‌کنند روحانیون 3 ادعا هست. میگن اینها توهم دارن، خود بزرگ بینند و ادعاهای بی‌پایه می‌کنن، مدعیاتشون توجیهی نداره و در واقع شکل بر محتوا هم غلبه داره. هر سه ادعا در مورد رفتار روحانیون شیعه هم در مورد مداحان، در مورد واعظان، کسانی که در همین چارچوب ها دارن عمل میکنن در شیعه، در مورد اونها هم صادق هست. من معتقد هستم که اینها بخشی از زندگی جاری مردم هست. یعنی هیچ کشوری، هیچ جامعه‌ای، هیچ دولتی نمیتواند رمال و کفبین و روحانی و اینها رو کاملا حذف کنه. میشه اینها رو مدیریت کرد، میشه جلوی شیادیشون رو گرفت. اگر یکیشون یه روز اومد مطب زد و خواست مردم رو درمان کنه، خب اینها قابلیت پیشگیری داره. اما یه فردی خونه کسی میره براش فال قهوه میگیره، اینها قابلیت اصولا در یک نظام حقوقی آزاد که مردم دارای حقوقی باشن اصلا اینها قابل جلوگیری نیست، قابلیت پیگیری هم نداره. همونطور که مردم میتونن به یک دعانویس یا فال قهوه خان مراجعه کنن، به یک فرد روحانی شیعه هم میتونن مراجعه کنن. مشکل در نهاد روحانیت شیعه هست، سازمان یافته بودن این هست و اختصاص منابع عمومی هست به اینها. اینکه بخشی از درآمد نفت کشور، کارخانه های کشور، صنایع کشور در اختیار این نهادها باشه و اینها به شکل سازمان یافته سالانه
ده ها هزار نفر رو دانشجو بگیرن و همین امور رو به عنوان علم به دیگران منتقل کنن. اینکه شما مثلا کسی بیاد و مدرسه رمالی و کفبینی تأسیس بکنه و بعد هم فارغ التحصیلان این مدرسه به وزیر و وکیل و معاون وزیر اونها تبدیل بشن، اون هست که جای تأسف داره واقعا. وگرنه اینکه در همه جوامع هستن کم و بیش، حالا در جوامع غربی اینها کمتر هست در و بعد هم دیگران به راحتی میتونن از اینها انتقاد کنن، طنز در مورد اونها بگن، اونها رو به تمسخر بگیرن. خب در جامعه ایران کار سختی است، کی میتونه روحانیون رو در موردشون طنز بنویسه یا کار اونها رو در واقع به فکاهه تبدیل بکنه؟ کار بسیار دشواری هست. برخورد با اونها، مقابله با اونها توسط کسانی که این ایده ها رو باور ندارن، نقد میکنن، اون هم کار دشواری هست. وگرنه این پدیده در همه جای عالم وجود داره. خلاصه